ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا گفت آیا به تو نگفتم که هرگز با من صبر کردن نمیتوانی؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا موسی گفت اگر بعد از این از تو در مورد چیزی پرسیدم پس با من همراهی مکن بیگمان از جانب من معذور پنداشته خواهی شد فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا باز براه افتادند تا اینکه با باشندگان شهری رسیدند از آنها غذا طلب کردند اما اهل شهر از مهمانداری آنها خودداری کردند ایشان در آنجا دیواری را یافتند که در شرف غلطیدن بود و آن شخص دیوار را راست ساخت موسی گفت اگر میخواستی در مقابل آن مزدی میگرفتی قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا او گفت اینک وقت جدایی میان من و توست او کنون در مورد آنچه صبر کرده نتوانستی تو را آگاه می سازم اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا اما آن کشتی از نیازمندانی بود که در بحر کار می کردن پس خواستم آن را معیوب سازم زیرا در پیشان پادشاهی بود که هر کشتی سالمی را به زور می گرفت و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا اما آن نوجوان پدر و مادر او مؤمن بودند ترسیدیم که مبادا ایشان را به سرکشی و کفر بکشاند فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما خواستیم تا خداوند به ایشان فرزندی بهتری از وی بدهد پاکیزتر و دلپذیرتر وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا و اما آن دیوار با دو پسر یتیم آن شهر تعلق داشت در زیر آن دیوار گنجی برایشان وجود داشت و پدر ایشان مرد صالحی بود پس پروردگارت خواست ایشان به سن رشد خود برسند و گنج خود را بیرون آرند و این مرحمتی بود از پروردگارت و آن را از پیش خود نکردم این از تأویل چیزهایی که در برابر آن شکیبایی کردن نتوانستی و یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا از تو در باره ذوالقرنین میپرسند بگو اینک به شما قسمتی از داستان او را بیان میکنم اینا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا ما در روی زمین او را قدرت دادیم و همه وسایل را در اختیار او گذاشتیم فاتبع سببا حتی
إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا و او از این وسایل استفاده کرد تا چون به غروبگاه آفتاب رسید پنداشت که خورشید در چشمه گلالودی می نشیند و در نزدیک آن قومی را یافت گفتیم ای ذوالقرنین تو می توانی ایشان را مجازات کنی یا با ایشان از در نیکویی پیش آمد ورزی قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا گفت اما کسی که ستم کرده باشد او را مجازات خواهم کرد سپس چون به پروردگار خیش بازگردد خداوند او را مجازات شدیدتری خواهد کرد و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا و اما هر که ایمان آرد و نیکوکاری ورزد پس پاداش نیکو خواهد داشت و به او دستور آسانی خواهد داد ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا و باز با استفاده از وسایل دست داشته به کار خود دوام داد تا اینکه به خواستگاه آفتاب رسید آفتاب را چنان یافت که بر گروهی که میان ایشان و میان آفتاب هیچ حائل قرار نداده بودیم برمی آمد و این چنین بود و ما به آنچه به دسترس او بود کاملا آگاه بودیم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا و باز با استفاده از وسایل دست داشته به کار خود دوام داد تا چون به میان دو کوه رسید در آنجا مردمی را یافت که به فهم سخن نزدیک نبودند قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا گفتند ای ذو القرنین یاجوج و ماجوج در زمین فسادکارند آیا امکان دارد که با تو مزدی بپردازیم تا میان ما و ایشان سدی بسازی؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ذو القرنين گفت دسترسی را که پروردگارم در روی زمین به من داده است از مزد شما بهتر است پس مرا به نیروی خیش یاری کنید تا میان شما و میان ایشان سدی بسازم آتونی زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا تخته های آهن را به من بیاورید تا آنگاه که اردو کرانه کو برابر شد گفت آتش بزرگ در کنار این توته های آهن بیافروزید تا چون آن تخته های آهن را آتش افروخته گردانید گفت به من مس بیاورید تا بر آن دیوار این مس گداخته را بریزم فمستطاعوا ان یظهروه و مستطاعوا له نقبا پس دشمنان نتوانستند بر آن بالا روند و هم نتوانستند آن را شگاف کنند قال هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا ذوالقرنین گفت این رحمتی است از پروردگار من
و چون وعده پروردگار من فرا رسد آن را هموار می گرداند و وعده پروردگار من حق است. وترتنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. در آن روز بعضی شان را میگذاریم تا در بعضی دیگرشان درآمیزند و در سور دمیده می شود، پس همه شان را جمع می کنیم. در آن روز دوزخ را به کافران به شکل گسترده عرضه می کنیم. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. همان کافرانی که چشمانشان از یاد من در پرده از غفلت بود و شنیدن نمی توانستند. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. آیا کافران پنداشتند که بندگان مرا به جای من اولیای خیش انتخاب کرده می توانند؟ بیگمان دوزخ را برای کافران به حیث مهمانخانه مهیا گردانیده. قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بگو آیا شما را بعضیان کارترین اشخاص از روی عمل خبر بدهیم؟ کسانی که تلاشهایشان در زندگی این دنیا به هدر رفته و با این هم فکر می کنند که کاری نیکی انجام می دهند. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. آنها کسانی اند که از آیات پروردگارشان و از دیدار او انکار ورزیدند، پس اعمالشان هبته شد و به همین دلیل در روز قیامت برای ایشان وزنی قرار نمی دهیم، یعنی قدر قائل نمی شویم. ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا. به این ترتیب جزای ایشان دوزخ است، زیرا کافر شدند و آیات و پیامبران مرا به مسخره گرفتند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. و واقعا کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند برای ایشان بهشت‌های فردوس به حیث مهمانسرا آماده شده است که در آن جودانه به سر برده و از آن تغییر محل نمی کنند. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. بگو اگر بحر برای تحریر کلمات پروردگارم به حیث رنگ قرار داده شود، بگمان قبل از این که کلمات پروردگارم ختم شود بحر خشک می شود، و اگرچه همانند آن بحرهای دیگر را به حیث رنگ کمک بیاوریم. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. بگو بگمان من نیز مثل شما بشر هستم، به من وحی می شود که خدای شما همان خدای یگانه است،
پس هر که آرزوی دیدار پروردگارش را دارد باید عمل نیک انجام دهد و کسی را در عبادت پروردگار خود شریک نسازد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا. کافها یا عین صاد این ذکر است از رحمت پروردگارت به بندهش ذکریا. اذ نادى ربه نداء خفیا. انگامی که پروردگارش را به آهستگی دعا کرد. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعا رب و گفت ای پروردگار من بیگمان استخوانم ضعیف شده و پیری بر موهای سر من شعلور شده است و من از اجابت نیایش به درگاه تو هرگز محروم ساخته نشدم. و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. و من از وابستگانی که از عقب من میمانند بیمناکم و زنم نازای است، پس به من از نزد خودت جانشین عنایت فرما که وارث من و وارث اولاد یعقوب شود و ای پروردگارم او را مورد خوشنودی خیش بگردان. یا زکریا اینا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. گفتیم ای زکریا بیگمان تو را به فرزندی بشارت میدهم که نام او یحیی است، پیش از این برای او هم نامی قرار ندادی. قال رب انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا و قد بلغت من الکبر عتیا. زکریا گفت ای پروردگار من چگونه برایم فرزندی خواهد بود در حالی که زنم نازای است و من نیز از پیری پایمانده شده ام. قال كذلك قال ربك هو علی هین و قد خلقتك من قبل ولم تك شیئا. گفت این چنین است، پروردگارت گفت این کار بر من آسان است، پیشتر از این تو را آفریدم که چیزی نبودی. قال رب اجعل لی آیه قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. زکریا گفت ای پروردگار من برایم نشانه معین فرما و آن گفت نشانه تو این است که سه شب و روز پیاپی با مردم سخن نمی زنی در حالی که زبان تو سالم است. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. او به این ترتیب از عبادتگاهش نزد قوم خیش بیرون شد و به اشاره به ایشان گفت که صبح و شام تسبیح بگویند. یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا. به وی ندا آمد که ای یحیی کتاب خدا را با قوت بگیر و ما به او در کودکی حکمت دادیم. و حنانا من لدنا و زکاه و کان تقیا. و به او مرحمتی از جانب خود ارزانی کردیم و نیز پاکیزگی و او پرهیزگار بود. و برون بی والدیه و لم یکن جبارا عصیا.
و او با پدر و مادر خود نیکوکار بود و ستمگر و سرکش نبود. و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام بر او در روزی که تولد شد، روزی که می میرد و روزی که باز زنده برانگیخته می شود. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. باری در این کتاب از مریم یاد کن، هنگامی که از خانواده خیش خود را به ناحیه شرقی به کنار کشید و در برابر ایشان پرده گرفت، در این حال به سوی او روح خود را فرستادیم که درست مانند بشری بر وی ظاهر شد. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم گفت از تو به رحمان پناه میبرم، اگر از خدا میترسی به من نزدیک مشو. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. فرشته گفت من فرستاده پروردگار تو ام تا به تو پسر پاکیزه ببخشم. قالت انما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا. مریم گفت از کجا می توانم پسری داشته باشم در حالی که بشری به من تماس نگرفته و زن بدکارا نبوده ام. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. فرشته گفت این چنین است، پروردگارت گفت و این کار بر من آسان است تا ما او را نشانه برای مردم گردانیم و مرحمتی از جانب خیش امری بود فیصله شده. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. سرانجام مریم به او باردار شد و با این کودکی که در شکم داشت به جای دور دستی رفت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. درد زائدان او را به زیر درخت خرمای کشاند و از شدت نارامی گفت ای کاش پیش از این می مردم و کاملا فراموش می شدم. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا. آواز دهنده از زیر پای او ندا کرد اندوهگین مباش، پروردگارت زیر پای تو چشمه گوارای را جاری ساخته است. و هزی الیك بجذع نخلت تساقط عليك رطبا جنيا. این تنه درخت خرما را به سوی خود تکاندی بر تو خرمای تازه پخته می ریزد. فکلی و اشربی و قری عینا فا اما ترین من البشر احدا فقولی این نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. بخور و بنوش و چشم خود را به این کودک روشن ساز، اگر کسی از مردم را دیدی بگو من برای خدای رحمان روزه گرفتم پس امروز با هیچ آدمی سخن نخواهم زد. فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. آخر الامر کودکش را به دوش کشید و به پیش قوم خدا آورد، گفتند ای مریم راستی که عمل تعجب آوری انجام دادی. یا
أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. أي خواهر يا هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه هم مادرت زنی بدکار بود. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. از این رو مریم به سوی کودک اشاره کرد. آنها گفتند ما با کودکی که در گهواره است چطور سخن زنیم؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. کودک به سخن آمده گفت من بیگمان بنده خدا ام، خداوند به من کتاب داده و مرا پیامبر گردانیده است و مرا در هر جایی که باشم پر برکت ساخته است و تا وقتی که زنده ام مرا به نماز و زکات امر فرموده است. و برغم بی والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. مرا به مادرم مهربان ساخته و مرا سرکش بدبخت نگردانیده است. و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام بر من در روزی که پیدا شدم، روزی که میمیرم و روزی که باز زنده برانگیخته میشوم. ذلک عیسی بن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. این است سرگذشت عیسی پسر مریم، سخن حقی که در آن جدال میکنند. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. برای خدا شایسته نبوده است که فرزندی بگیرد، پاکی از آن اوست. هرگاه چیزی را بخواهد که انجام یابد صرف به آن میگوید شو پس میشود. و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بیگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید، این است راه راست. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. ولی فرقه ها در میان خیش اختلاف ورزیدند، پس وای بر کافران از روبرو شدن به این روزی بس بزرگ. اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. چی شنوایی به ایشان و چی بینایی رخ می دهد روزی که به حضور ما می آیند، ولی ستمگاران امروز در گمراهی آشکارند. و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. و ایشان را از روز حسرت باری بینده که در آن همه چیز فیصله می شود، ایشان در غفلتند و ایمان نمی آرند. اینا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون. این ما هستیم که زمین و هرچی را در آن است به ارث می بریم و به سوی ما بازگردانیده می شود. و اذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. در این کتاب از ابراهیم یاد کن، بیگمان او نهایت صادق و پیامبر بود. اذ قال لابیه یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. هنگامی که به پدرش گفت ای پدر من، چرا چیزی را که نمیشنود و نمیبیند و هیچ نیازی را از تو برطرف نمیسازد پرستش میکنی؟
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ای پدر من، حقا که به من از آن علمی آمده است که به تو نیامده است، پس مرا پیروی کن تا تو را برای راست رهنمون شوم. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ای پدر من، شیطان را پرستش مکن، بیگمان شیطان در برابر خدای رحمان نهایت سرکش است. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أي پدر من، می ترسم مبادا عذابی از جانب خدای رحمان به تو برسد و با شیطان پیوست شی. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. پدر گفت ای ابراهیم، آیا تو از معبودان من روی برتافته ای؟ اگر از این کار خودداری نکنی تو را سنگسار خواهم کرد، اکنون از من تا مدتی درازی دور شو. قال سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم گفت سلام بر تو، بزودی برایت از پروردگارم طلب آمرزش می کنم، بیگمان او به من بسیار مهربان است. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. من از شما و آنچه بجز خدا نیایش می کنید دوری می جویم و به پروردگار خیش نیایش می کنم، امید است به برکت نیایش پروردگار خیش بدبخت نشوم. فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. چون ابراهیم از ایشان و آنچه به جز خدای یکتا می پرستیدن دوری جست، به او اسحاق و یعقوب را ارزانی کردیم و هر یک را پیامبر ساختیم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وأز رحمت خيش و ايشان موهبت کرديم و برايشان نيكنامي بلند مرتبه را قرار داديم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. و در این کتاب از موسی یاد کن، بیگمان او مخلص بود و او رسول و نبی بود. و ناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. ما به او از جانب راست کوه طور ندا کردیم و او را بر راز و نیاز خیش قرب بخشیدیم. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وبمرحمت خيش با او برادرش هارون را که پیامبر بود همکاری بخشیدیم. واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. در این کتاب از اسماعیل یاد کن، بیگمان او به وعده خود صادق بود و رسول و نبی بود. و کان یأمر اهله بالصلاة والزکاة و کان عند ربه مرضیا. او خانواده خود را به نماز و زکات توصیه می کرد و در نزد پروردگارش پسندیده بود. و اذکر فی الکتاب ادریس إنه كان صديقا نبيا.
ورفعناه مكانا عليا. در این کتاب از ادریس یاد کن، بیگمان او بسیار صادق بود و پیامبر بود و ما او را به مقام بلند بالا بردیم. اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اینها بودند که خداوند بر ایشان نعمت داده بود، از پیامبران از نسل آدم و از آنانی که با نوح در کشتی برداشتیم و از نسل ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنها را هدایت نمودیم و برگزیدیم، چون آیات خدای رحمان به ایشان خوانده می شد سجده کنان و گریان به زمین می افتادند. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اما از پی ایشان بازماندگانی آمدند که نماز را ضایع کردند و از شهوات پیروی نمودند و به زودی جزای گمراهی خیش را خواهند دید، جز کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پس چنین کسانی داخل بهشت می شوند و بر ایشان هرگز ستمی نمی شود. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. باغهای جودانی که خدای رحمان به بندگان خود در غیب وعده کرده است، حقا که وعده او ایفا شده نیست. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. در آنجا هرگز سخن بیهوده را نمی شنوند جز سلام را، و در آن به ایشان و روزیشان صبح و شام آماده است. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. این همان بهشتی است که ما آن را به کسانی از بندگان خود میراث میگذاریم که پرهیزگار باشند. و ما نتنزل الا بامر ربك له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلك و ما کان ربك نسیا. فرشتگان می گویند ما جز به حکم پروردگاری تو فرود نمی آییم، آنچه پیش روی ماست، آنچه پشت سر ماست و آنچه در بین این دو است، همه از آن اوست و پروردگاری تو فراموشکار نیست. رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده و اصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست، پس او را پرستش کن و در بندگی او شکیبا باش، آیا برای او همتای سراغ داری؟ و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا. انسان می گوید آیا بعد از آن که بمیرم باز دوباره زنده گردانیده خواهم شد؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. آیا انسان به خاطر نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که او هیچ چیز نبود؟ فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا.
به پروردگارت قسم که ایشان را گرد آورید و شیاطین را نیز و باز همه را در حالی که به زانو در افتاده اند پیرامون دوزخ حاضر می سازیم. ثم لننزعن من كل شیعة ایهم اشد علی الرحمن عتیا. سپس از هر فرقه همانهای را که در برابر خدای رحمان سخت سرانه تر سرکشی می کردن بیرون می کشیم. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا. و باز ما یقیناً کسانی را که برای سوختن در آتش سزاورترند خوب می شناسیم. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هیچ کس از شما نیست مگر اینکه بر آن گذر دوزخ وارد می شود، نزد پروردگارت امریست مقرر. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. سپس پرهیزگاران را نجات داده و ستمگاران را در آن به زانو در افتاده می گذاری. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده می شود کافران به مسلمانان می گویند کدام یک از دو گروه ما و شما از نظر مقام برتر و از نظر مجالس و تشکیل محضرهای مجلل بهتر است؟ و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا و رئیا. آیا نمی دانند چی تعداد بیشمار از مردمی را پیش از ایشان نابود کردیم که ساز و برگ بهتر و ظاهر آراسته تر داشتند؟ قل من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدد حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و این الساعت فسیعلمون من هو شر مکانا و اضعف جندا. بگو کسی که در گمراهی است خدای رحمان به او مهلتی دراز می دهد تا چون جزایی را که به ایشان وعده داده شده ببینند، عذاب یا قیامت. در این حال می داند که کیست که مقامی بدتری دارد و کی لشکری ناتوانتری. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وخداوند به هدایت راهیابان می افزاید و باقیات الصالحات نزد پروردگارت هم ثواب بهتری دارد و هم عاقبت ارزشمندتری. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. آیا کسی را دیدی که از آیات ما انکار ورزید و گفت یقینا در آن جهان نیز به من دارایی و اولاد داده می شود؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. آیا او به اسرار غیب آگاه شده یا از نزد خدای رحمان عهد گرفته است؟ نه چنان است که او می گوید به زودی گفته هایش را می نویسیم و عذاب او را مداوم می سازیم. و نرثه ما يقول و یأتینا فردا. و همه چیزهایی را که گفته از وی به میراث میبریم و خودش نزد ما به تنهایی می آید. و اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا کلا سیکفون بعبادتهم و یکونون علیهم ضدا. مشرکان جز خدا معبودانی گرفتند تا برایشان مایه عزت باشند
نه چنان است که ایشان می پندارند، به زودی از پرستش آنها بیزاری می جویند و بر ضد ایشان قرار می گیرند. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الكافرین تؤزهم ازا فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا. آیا ندیدی که ما شیطانها را بر کافران گماشتیم تا ایشان را شدیداً تحریک کنند؟ پس در مورد ایشان شتاب مکن، ما اعمال ایشان را دقیقاً بررسی میکنیم. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. روزی که پرهیزگاران را همچون وفدی به سوی خدای رحمان گرد آوریم و گناهکاران را با تشنکامی به سوی آتش دوزخ برانیم. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. در آن روز هیچ کسی شفاعت کردن نمی تواند مگر کسی که از جانب خدای رحمان پیمان گرفته باشد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. گفتند خدای رحمان فرزند گرفته است. لقد جئتم شيئا ادا. واقعا سخن زشتی به زبان آوردید. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا دعوا للرحمن ولدا. نزدیک است که آسمان ها از سبب آن سخن ایشان متلاشی گردد، زمین شگافته شود و کوه ها در دم فرو غلطد از شومی این که برای خدای رحمان فرزندی می گیرند. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا. در حالی که برای خدای رحمان سزاوار نیست تا فرزندی بگیرد. این کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. هیچ کس در آسمان ها و زمین نیست جز این که به حیث بنده نزد خدای رحمان می آید. لقد احصاهم وعدهم عدا. خداوند همه اینها را حساب کرده و آنها را دقیقا شمرده است. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. و همه ایشان نزد او در روز قیامت به تنهایی می آیند. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بر کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند خدای رحمان محبت ایشان را در دلها قرار می دهد. فإنما یسرناه بلسانك لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. بگمان ما قرآن را به زبان تو آسان گردانیدیم تا با آن پرهیزگاران را بشارت دهی و ستیزندگان را برحذر سازی. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. و چی تعداد به حساب از اقوام بی ایمان و گناهکار را پیش از ایشان هلاک کردیم، آیا از ایشان احدی را حالا میبینی؟ یا آیا حتی صدای از ایشان میشنوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. طه ما قرآن را بر تو برای آن نازل نکردیم که رنج بکشی، بلکه آن را صرف به حیث پندی برای کسانی که از خدا می ترسند نازل کردیم. تنزیلا من من خلق الارض والسماوات العلا. نازل شده است از جانب آن که زمین و آسمان های بلند را آفرید.
الرحمن على العرش استوى خدای رحمانی که بر عرش مستولی است له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى آنچه در آسمانها و در زمین است و آنچه در میان این هر دو و در زیر زمین است از آن اوست و این تجهر بالقول فإنه يعلم السر و اخفى اگر به آواز بلند سخنگویی بیگمان او پنهان و پنهان تر را می داند الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى خدا جز او معبودی نیست نامهای نیک از آن اوست و هل اتاك حدیث موسى و آیا داستان موسی به تو رسیده است اذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى انگامی که آتشی را دید به خانواده اش گفت اینجا درنگ کنید من از دور آتشی دیدم شاید من به شما پاره از آن آتش بیاورم یا به وسیله آن آتش راه را بیامم فلما اتاها نودی یا موسی اینی انا ربک فاخلع نعلیک اینک بالوادی المقدس طوا اما چون پیش آتش آمد ندا شد ای موسی بگمان که من پروردگار تو ام کفشای خود را بکش واکن تو با وادی مقدس تو وا می باشی و انا اخترتک فاستمع لما یوحا من تو را با پیامبری برگزیده ام پس به آنچه به تو وحی می شود گوش فرادی اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری حقا که من خدایم جز من معبودی نیست پس تنها مرا عبادت کن و نماز را برای یاد من به تمام و کمال ادا کن ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بیگمان قیامت آمدنی است میخواهم آن را پنهان دارم تا هر کس به اساس کوشش خود پاداش داده شود فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى بنابراین تو را نباید از این امر یعنی ایمان به قیامت کسانی که به آن ایمان ندارند و هوا و هوس خود را پیروی می کنند باز دارند زیرا در این صورت نابود می شوی و ما تلک بیمینک یا موسی ای موسی در دست راست تو چیست؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى موسى گفت این عصای من است که بر آن تکیه می کنم و با آن برگ های را برای مواشی خود فرو می ریزم و از آن برایم فایده های دیگر نیز هست قال ألقها يا موسى خداوند گفت ای موسى آن را بیفکن فألقاها فإذا هي حية تسعى موسى آن را افگند ناگهان ماری شد که این سو و آن سو می دوید قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى خداوند گفت آن را بگیر و مترس ما آن را به حالت نخستین باز می گردانیم واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من آياتنا الكبرى دست خود را به زیر بغل خود ببر تا سفید درخشان بی عیب برایت و این معجزه دیگر است
تا به تو از نشانه های بزرگ خود نشان دهیم. اذهب الى فرعون انه طغى. به سوی فرعون برو، بیگمان او سرکشی کرده است. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. موسی گفت پروردگارا سینه ام را برای من فراخ گردان و کار مرا برای من آسان کن و گره را از زبانم بکشای تا سخنم را بفهمند. برای من وزیری از خاندانم قرار بده، هارون برادر مرا، و به وسیله او پشتم را قوی گردان. و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. و او را در کار من شریک ساز تا تو را بسیار ستایش کنیم و تو را بسیار یاد کنیم. اینک کنت بنا بصیرا. بیگمان تو همواره با حال ما بینایی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. خداوند گفت ای موسی بیگمان آنچه خواستی به تو داده شد. ولقد مننا علیک مره اخرى اذ اوحینا الی امک ما یوحا ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل یأخذه عدو لی و عدو له و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. و بیگمان باری دیگر نیز بر تو منت نهادیم انگامی که به مادرت آنچه را که لازم بود الهام کردیم که او یعنی موسی را در صندوق بینداز و صندوق را در دریا بیفکن تا دریا آن را به ساحل بیفکند و او را کسی که هم دشمن من است و هم دشمن او بگیرد. و من محبت بر تو از خود افکندم و تا زیر نظر من پرورده شد. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفله فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اهل مدین ثم جئت علی قدر یا موسی. انگامی که خواهرت در نزدیک قصر فرعون میرفت و میگفت و آیا به شما خانواده را نشان دهم که این طفل را تربیه کند، پس تو را نزد مادرت باز آوردیم تا چشم او روشن شود و غم نخورد. سپس تو کسی را کشتی و ما تو را از مشکل آن نجات دادیم و تو را بر روش های گوناگون آزمودیم. سپس تو چندین سال در میان اهل مدین موندی، باز تو ای موسی به اینجا طوری که مقرر شده بود آمدی. واصطنعتك لنفسي و من تو را برای خدمت خودم ساختم. اذهب انت و اخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. گفتم برو تو برادرت با نشانه های من و در یاد من سستی مکنید. اذهبا الى فرعون انه طغى. به سوی فرعون بروید که او واقعا سرکشی کرده است. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. ولی با او به نرمی سخن بگوید شاید پند گیرد یا بترسد. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. گفتند ای پروردگار ما می ترسیم که مبادا فرعون بر ما تجاوز نماید یا سرکشی کند. قال لا تخافا اننی معكما اسمع و
مترسید، بگمان من با شمایم، همه چیز را میشنوم و میبینم. فأتیاه فقولا انا رسولا ربك فأرسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. پیش او بروید و بگوید حتی که ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، بنی اسرائیل را با ما بفرست و ایشان را عذاب مکن، بیگمان با نشانه از پروردگارت به سوی تو آمده ایم و سلام بر کسی که از راه راست بروی کرد. اینا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. بیگمان به ما وحی شده است که عذاب بر کسی تطبیق شده نیست که حق را تکذیب کند و از آن رو گرداند. قال فمن ربكما يا موسى. فرعون گفت پس کیست پروردگار شما ای موسی؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. گفت پروردگار ما ذاتی است که به هر چیز لازمه آفرینش آن را داد و سپس او را رهنمایی کرد. فرعون گفت پس آیا سرنوشت پیشینیان چی خواهد بود؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. موسی گفت علم آن نزد پروردگار در کتابی ثبت شده است، پروردگار من نه غلط می کند و نه هم فراموش می نماید. ذاتی که زمین را برای شما محل آسایش گردانید و برای شما در آن راه‌های کشیده و از آسمان آب فرو ریخت که به وسیله آن جوره‌های از روی تنی‌های گوناگون را برآوردید. قلوا ورعوا انعامكم ان فی ذلك لآیات لأولی النهى. از اینها بخورید و مواشی خیش را بچرانید، بیگمان در این نشانه هاییست برای صاحبان خرد. منها خلقناكم و فیها نعیدكم و منها نخرجكم تارتا اخرى. از خاک شما را آفریدیم و در آن شما را برمیگردانیم و از آن بار دیگر شما را بیرون می آوریم. و لقد اریناه آیاتنا كلها فکذب و ابا. و بیگمان با فرعون همه این نشانه های خود را نمایان دید، اما او آنها را تکذیب کرد و از پذیرش آن سر بازد. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی. فرعون گفت ای موسی، آیا آمده ای تا با جادوی خیش ما را از سرزمین ما بیرون کنی؟ فلنأتینک بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ما نیز واقعا جادوی هم مانند آن خواهیم آورد، پس میان ما و خود وعده بگذار که نه ما از آن تخلف ورزیم و نه هم تو در میدان هموار. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی گفت وعدگاه شما روز زینت یعنی عید است و مردم در هنگام چاشت جمع شد. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب
وقد خاب من افترا. آنگاه فرعون رفت و طرح خیش را ریخت و باز آمد. موسی با ایشان گفت وای بر شما، بر خدا دروغی را بر مبندی، پس شما را به وسیله عذاب محو کند و شکست از آن کسی است که بر خدا دروغ بر است. فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوا. ایشان با یکدیگر در امر خیش منازعه کردند و این راز و نیاز خود را پنهان نگه داشتند. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ایشان گفتند واقعا این دو تن جادوگرانی اند که میخواهند با جادوی خیش شما را از ملک شما بیرون سازند و آیین ستوده شما را از بین ببرند. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا. پس طرح خیش را هماهنگ سازید و آنگاه صف خیش را فشرده نمایید و امروز کامیابی از آن کسی است که برتری خیش را ثابت سازد. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نكون اول من القا. گفتند ای موسی، یا این است که تو عصای خیش را می افکنی یا ما خواهیم بود کسانی که اول می افکنند. قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسى گفت بلکه شما بیفکنید، پس ناگهان ریسمانها و عصاهای ایشان و سبب جادویشان به خیال وی آورد که به سرعت حرکت میکنند. فأوجس في نفسه خيفة موسى. پس موسی ترس خفیفی در دل خیش احساس کرد. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. گفتیم مترس، بیگمان تو بر ایشان برتری. و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. و چیزی را که در دست راست توست بیفگن تا آنچه را ساحران ساختن ببلعد، بیگمان آنچه را ساختن صرف فریب جادوگر است، جادوگر به هر جایی که بیاید رستگار نمی شود. فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسی. در این حال جادوگران به سجده افتاده گفتند به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون گفت آیا پیش از این که با شما اجازه بدهم با او ایمان آوردید؟ یقینا او بزرگ شماست که با شما جادو آموخته است، پس بیگمان من دستها و پاهای شما را از جانب مخالف یکدیگر میبرم و شما را بر تنه درختان خرما بددار می زنم تا به طور یقین بدانید که مجازات کدام یکی ما سختر و با دوامتر است. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. گفتند تو را هرگز بر نشانه های روشنی که به ما آمده است و کسی که ما را آفریده است بر نمی گذینیم، پس هرچی می خواهی دستور دی
بیگمان تو صرف با زندگی این دنیای ما خاتمه میدی. اینا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اصرحتنا علیه من السحر والله خیر و ابقا. ما واقعا با پروردگار خیش ایمان آوردیم تا گناهان و چیزی را از جادوگری که ما را بدان مجبور ساختی ببخشد و خداوند بهتر و ماندگارتر است. اینهو من یعنی ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. یقینا کسی که در نزد پروردگارش به حیث گناهکار بیاید برای او دوزخ است، در آن نمی میرد و نه هم زنده می ماند. و من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلا. و کسی که نزد او به حیث مؤمن بیاید که اعمال شایسته کرده باشد، پس برای ایشان درجات بلند است. جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلك جزاء من تزکا. بهشت های همیشگی که در زیر درختان آنها جویبارها در جریان است، در آنجا جاودانه به سر می برند. این است پاداش کسی که خود را پاک ساخت. ولقد اوحینا الى موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا. و بیگمان ما به موسی وحی کردیم که شبانگاه بندگانم را ببر و برایشان راه خشکی را در دل دریا بشگاف، نه از گرفتار شدن توسط فرعون بترس و نه هم از غرق شدن در دریا. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم. در این حال فرعون ایشان را با لشکریان خیش دنبال کرد، پس دریا آنها را فرو گرفت و کاملا پوشانید. و اضل فرعون قومه و ما هدا. آری فرعون قومش را گمراه کرد و رهیاب نگردانید. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. ای بنی اسرائیل، حقا که شما را از شر دشمنان شما نجات دادیم و با شما در سمت راست کوه تور یعنی سینا وعده گذاشتیم و با شما من و سلوا فرو فرستادیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحل علیه غضبی فقد هوا. و گفتیم از چیزهای پاکیزه‌ای که برای شما روزی گردانیده ایم بخورید، ولی در استفاده از آن افراط نکنید تا مبادا خشم من بر شما فرود آید و بر کسی که خشم من فرود آید واقعا که هلاک می شود. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. اما بگمان که من کسی را که توبه کرد، ایمان آورد، عمل شایسته انجام داد و آنگاه رهیاب شد آمرزنده ام. و ما اعجلک عن قومک یا موسی. گفتیم ای موسی، چی چیز تو را بر آن داشت تا از قومت پیشی گیری؟ قال هم اولئی علی اثری و عجلت الیک ربی لترضا. موسی گفت هم ایشان در پی من روانند و من به سوی تو شتافتم، ای پروردگارم تا از من خوشنود شوی. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك و اضلهم السامرین. خدا
خداوند گفت ما بعد از تو قوم تو را به آزمایش مبتلا ساختیم و سامیری ایشان را گمراه کرد. فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. پس موسی خشمگین و افسوس کنان به سوی قوم خیش بازگشت و گفت ای قوم من، آیا پروردگار شما به شما وعده نیکی نکرده بود؟ پس آیا این دوره به شما طولانی شد؟ یا خواستید به شما خشمی از پروردگار شما فرود آید که شما عهد خود را با من نادیده گرفتید؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. گفتند ما با اختیار خود عهد تو را نادیده نگرفتیم، مگر بار سنگینی را از زیور قوم فرعون برداشته بودیم، آنها را به یک سو انداختیم. سامری اینچنین القا کرد. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا و به این ترتیب برای ایشان گوساله را بیرون آورد، جسد را که همچون گاو هم بع می کشید. در این حال گفتند این است معبود شما و معبود موسی و به این ترتیب او فراموش کرده است. افلا یرون الا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا. آیا نمی بینند که آن گوساله سخنی را به ایشان جواب دادن نمی توانست و توان رساندن زیان و سودی را به ایشان نداشت؟ ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به و این ربكم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری. و بیگمان هارون به ایشان گفته بود ای قوم من، شما در این کار مورد آزمایش قرار گرفتید و حقا که پروردگار شما بسیار مهربان است، پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا بپذیرید. قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. گفتند به گونه پیوسته به پرستش آن دوام می دهیم و مجاور آن می باشیم تا آنکه موسی به سوی ما بازگردد. قال یا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا. موسی گفت ای هارون، چی چیز تو را از پیروی من باز داشت چون ایشان را دیدی که گمراه شدند؟ الا تتبعن افعصیت امری. آیا از فرمان من رو برتافتی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی اینی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. هارون گفت ای پسر مادر من، نه ریشم را بگیر و نه موی سرم را، بگمان من ترسیدم مبادا بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و به حرفم نکردی. قال فما خطبك یا سامری. موسی گفت مشکل بزرگ تو چی بود ای سامری؟ قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها و كذلك سولت لی نفسی. سامری گفت من چیزی را دیدم که دیگران آن را ندیدند، پس مشتی از خاک از پل پای رسول گرفتم و آن را در میان این طلای گداخته افگندم و این چنین نفسم به من این را جلوه داد. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظل
ضعيفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسا گفت پس برو و برای تو در زندگی این مجازات تعیین شده است که بگویی به من تماس گرفتن نشود و بیگمان برای تو موعده است که از آن هرگز با تو تخلف کردن نمی شود. به سوی معبود خود بنگر که خدمت و عبادت او را بر خود لازم گرفته بودی، واقعا آن را می سوزانیم و سپس آن را ریز ریز کرده خاکسترش را به دریا می پاشیم. اینما وسع كل شيء علما. بدرستی که معبود شما همان خدایی است که جز او معبودی نیست، علم او همه چیز را فرا گرفته است. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. این چنین به تو از رویدادهای آنچه گذشته است بیان می کنیم و بیگمان به تو از جانب خود ذکر دادیم، یعنی قرآن مجید را به تو نازل کردیم. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. کسی که از آن رو بگرداند بیگمان در روز قیامت گناه بزرگی را به دوش می گیرد. خالدین فیه و ساء لهم یوم القیامة حملا. همیشه در آن میمانند و چی بد است برای ایشان این باری که در روز قیامت به دوش میکشند. یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا. روزی که در سور دمیده شود و مجرمان را در آن روز با چشمان کبود حشر میکنیم. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. بين خيش آهستن هيگوين درن نكردي در دنيا مگر ده روز. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ما به آنچه میگوین داناتری، هنگامی که بهترینشان از نظر روش میگوید درنگ نکردید مگر یک روز. و يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. از تو در مورد کوه ها می پرسند، بگو پروردگارم آنها را از ریشه بر می کند و بر باد می دهد و آن را همچون میدان صاف می گرداند، در آن هیچ پستی و بلندی را نمی بینی. یوم اذی یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. در آن روز همگان دعوتگر الهی را پیروی می کنند و از آن هیچ انحراف به عمل نمی آید. آوازها از ترس خدای رحمان پخش می شود و تو جز آوازی بسیار آهسته چیزی نمی شود. یوم اذی لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. در آن روز شفاعت سودی ندارد مگر شفاعت کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد و از سخنش راضی باشد. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون به علما. خداوند آنچه را پیش روی و پشت سر بندگان قرار دارد همه را می داند ولی آنها به علم او احاطه ندارند. و عنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. چهره ها در حضور زنده به خود پاینده ذلیل می شوند و بیگمان کسی که مرتکب ستم گردیدن ناکام و بینوا شد. و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما. و
هر کسی که چیزی از کارهای نیکو انجام دهد در حالی که مؤمن هم باشد پس نه از ستمی می ترسد و نه هم از شکستی. و كذلك انزلناه قرآنا عربيا و صرفنا فيه من الوعید لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. و اینچنین ما این را قرآن عربی نازل کردیم و در آن به اشکال گوناگون هوشدارهای را آوردیم تا باشد که بترسند یا به ایشان مایه پندشان. فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. پس بلند مرتبه است خدای پادشاه برحق، به خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن به تو تمام شود شتاب مکن و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزا. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. و بیگمان پیش از این با آدم پیمان بستیم اما او فراموش کرد و ما برای او عزمی نیافتیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. و چون با فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید پس همه سجده کردند مگر ابلیس که سر بازد. فقلنا یا آدم این هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. آنگاه گفتیم ای آدم این واقعا دشمن تو و همسر توست، بنابراین باید شما را از جنت بیرون نکند که بدبخت می شوی. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. برای تو در آنجا ساز و برگی هست که گرسنه و برهنه نمی مانی و نه هم در آن توش نمی مانی و نه هم از گرمی آفتاب رنجی می بری. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. ولی شیطان به او وسوسه کرد و گفت ای آدم آیا تو را به سوی درختی یعنی عمر جاودانی و ملکی که فنا ناپذیر است رهنمایی کنم؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا. سرانجام هر دو از آن درخت خوردند، پس شرمگاه ایشان برایشان ظاهر شد و از این رو بناچار به چسباندن برگهای درختان بهشت بر خویشتن آغاز کردند. بدین ترتیب آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و راه خود را نیافت. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. سپس پروردگارش او را برگزید پس توبه اش را پذیرفت و به این ترتیب او راه خود را باز یافت. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى. خداوند گفت هر دوی شما با هم از اینجا فرود آیید در حالی که بعضی شما دشمن بعضی دیگرید، پس چون به شما از جانب من هدایت آمد هر که هدایتم را پیروی کند پس نه گمراه می شود و نه هم بدبخت. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. اما هر که از یاد من رو بگرداند پس بیگمان برای او زندگی تنگیست و ما او را در روز قیامت نابینا حشر می کنیم.
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا میگوید ای پروردگار من چرا مرا نابینا حشر کردی حالان که پیش از این بینا بودم قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى خداوند میگوید از آنجایی که آیات من به تو آمد و تو آن را نادیده گرفتی اینک تو هم امروز نادیده گرفته میشوی یعنی چیزی را نمیبینی وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى و بدین ترتیب کسی را که از حد گذشت و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد جزا می دهیم و عذاب آخرت ای بسا که دردناکتر و پایدارتر است افلم یهدی لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم این فی ذلک لآیات لأولی‌النهی آیا برای رهیابی ایشان این کافی نیست که چی تعداد نسل‌های را هلاک گردانیدیم که اکنون ایشان در منازل ویران شده آنان گشت و گذار می کنند بیگمان در این برای صاحبان عقل نشانه هایی است ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى اگر حکم مقرر شده از جانب پروردگار تو و وعده مقرر شده مبنی بر این که عذاب به جهان آخرت موکول گردیده نمی بود حتما باید مجازات ایشان در این دنیا عملی می شود فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى پس در برابر آنچه میگویند شکیبا باش و پروردگار خیش را همواره پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن به پاکی بستای و در قسمت‌های از شب و در اطراف روز نیز به ستایش او بپرداز تا باشد که خوشنود شوی ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى و به چیزهایی که دسته از آنها را بهره ور ساختیم چشمان خود را مدوز اینها بهره زندگی این دنیا اند تا با آن ایشان را آزمایش کنیم اما چیزی که پروردگار تو روزی دهد و نصیب گرداند بهتر و پاینده تر است و امر اهلک بالصلاه واصطبر علیها لا نسالک رزقا نحن نرزقک والعاقبت للتقوی اهل خیش را به نماز فراخوان و خود نیز به آن شکیبا باش ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما تو را روزی می دهیم و عاقبت نیکو برای پرهیزگاران است و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولی میگویند چرا او معجزه ای از پروردگارش برای ما نمی آورد آیا برای ایشان نشانه های روشنی از کتاب های پیشین نرسیده است ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى اگر ما ایشان را قبل از این یعنی نزول قرآن با عذاب هلاک می کردیم یقین می گفتند پروردگارا چرا به ما پیامبری نفرستادی تا از آیاتت پیروی می کردیم پیش از این که ذلیل و رسوا می شدیم
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بگو هر کدام از ما و شما در انتظار است، پس انتظار بکشید و به زودی خواهید دانست که چی کسانی براه راستند و چی کسانی رهیاب شدند.